جانیان قصر فیروزه، نوشته رویا حکاکیان، مترجم و گوینده آرش جودکی، تهیه شده در آموزشکده توانا. مقدمه. این کتاب یک کار خیالی نیست. شخصیت‌ها و رویدادها همگی واقعی‌اند. دستمایه آن از دل آرشیوهای ویدئویی، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی، تارنماهای شخصی، یادداشت‌ها و دفترچه‌های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است. همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش‌های دادگاه، یادداشت‌ها، یادنامه‌ها، سندهای پلیسی و مقاله‌های روزنامه و مجله‌ها دسترسی داشتم. افزون بر این، با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده، گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ‌ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش‌ها و رونوشت‌های واقعی بازسازی شدند. قسمت پنجم. بعد از آن شب در رستوران میکونوس، پرویز دستمالچی دیگر شام نمیخورد مگر اینکه زیر میز سرو شده باشد. هادی خورسندی. برونو یوست خبر کشتار رستوران میکونوس را نخستین بار در دستشویی محل کارش، دفتر مرکزی دادستانی فدرال در کارلسروهه 600 کیلومتر دورتر از برلین شنید. دادستان از پشت در اتاقک توالت گزارش فشرده‌ای از بالادستیش دریافت کرد. قتل 4 تن از سران کرد ایرانی توی مکان یونانی در برلین شب پیش دوروبر ساعت 23:30 هنگامه‌ای برپا بوده. شاید با آن یکی پرونده کردها که در دست دارید بی ارتباط نباشد. بالادستی یوست چکیده پیام تلفنی دریافتی از بنده سازمان اطلاعات آلمان را به او رساند. گفتگوی آنها بر زمینه صدای ریزش آب و وزوز دست خوشکن برقی ادامه یافت. سپس هنگام قدم زدن در راهروی درازی که به دفتر یوست می رسید درباره هویت احتمالی قاتلان حرف زدند. یوست در نیمه های رسیدگی به پرونده‌ای بود که پای پکاکا سازمان چریکی جدایی طلب کردهای ترکیه را به میان می کشید. او نمی توانست به بستگی این پرونده و کشتار برلین گمان نبرد. برای یک گروه پیکارگر کشتن سریع ترین راه حل اختلاف های درونی بود. قربانیان از چهرهای سیاسی بلند مرتبه، آدمکش ها هم به احتمال زیاد ماموران بیگانه. یوست بیشتر با خود اندیشه کنان تا پرسان گفت: باید همین باشد، شما چه فکر می کنید؟ امید داشت تکه تازه‌ای از پازلی که می‌کوشید رازش را بگشاید به چنگ بیاورد. بالادستیش رئیس بخش تروریسم با یوست همداستان بود و از او خواست که پرسجوهای مقدماتی را انجام دهد. برونو یوست نخست به پلیس برلین و سپس به پلیس فدرال زنگ زد تا دامنه پرونده را برآورد کند. اگر گستردگیش می‌توانست خطری برای امنیت ملی به شمار بیاید، آنگاه خواستار بررسی آن از سوی اداره خود می‌شد. برونو یوست در 42 سالگی به اوج پختگی حرفه‌ایش رسیده بود. او به دنبال پرونده مهمی میگشت تا توانایی‌ها و پشتکارش را با آن بیازماید. میاندیشید که در زندگی یک دادستان کم پیش می‌آید که سر و کارش به چنین پرونده‌ای بیفتد و اگر هم پیش بیاید تنها یک بار خواهد بود. تا آن زمان آمیزه شایانی از پرونده‌های مواد مخدر و تروریسم را در کارنامه حرفه‌ای خود داشت.
اما حتی نفسگیرترینشان هم دادرسی کیفری زمامداران آلمان شرقی پس از اتحاد دوباره دو آلمان که آنچنان درگیر کننده بود که او را 6 ماه دور از خانهش در لایپزیگ پابند کند، نتوانسته بود نه آتشش را فرو بنشاند و نه او را از تاب و توش بیندازد. این پرونده به چشم او آماده سازی برای ماراتونی قضایی می آمد. در آمریکا بلند پروازی های یک دادستان بیشتر نشانه فرصت طلبی اوست. نشانه شتابش برای نمایش معرکه‌ای در صحن دادگاه به این امید که توجه سیاست ورزان را برانگیزد و در پی آن جایگاه خود را بالاتر ببرد. در آلمان اما دادستان که میباید بتواند از پس آزمون‌های درون سازمانی و بازنگری همتایانش برآید، پله‌های پیشرفت را تنها به زور شایستگی بالا می‌رود. در جایی که دادستان نه هم‌آورد متهم و نه همدست قربانی، بلکه کارگزار بی‌طرفی است با مأموریت جستجوی حقیقت، نمایش هم در صحنه دادگاه جایی ندارد. در روند دادرسی، دادستان سپرده‌داری است که باید بدون سوگیری همه سرنخ‌ها را چه به سود چه به زیان هر دو سوی درگیر دنبال کند. کامیابی یا شکست در یک پرونده بازتاب سخنوری یا خودنمایی او نیست. شکست یا کامیابی پیش از آن که پرده صحنه دادگاه بالا برود فرا رسیدند در همان روزها، هفته ها و چه بسا ماهای بازرسی های توانفرسایی که به نگارش دادخواست می انجامند. جلسه دادرسی نه پیکار دو گروه هماورد، ارزیابی دقیق دادخواست است. دادخواستی که سخن آخر دادستان، یافته‌ها و داوری او درباره پرونده است که بررسیش از آن پس با دادرسان دادگاه خواهد بود. چشمنداز سیر و سلوکی راهبانه از کودکی یوس را به خود مشغول ساخته بود. از زمانی که نویسندگان محبوبش چارلز دیکنز، به ویژه اولیور تویست، کارل مای، آلبرت شوایتزر، شورمندی برای سرزمین‌های دوردست در یوستن بود و رابینسون کروزوی دانیل دفو را می‌خواند. هنگام خواندن این آخری، سناریوهایی را در خیال می‌پروراند که در آنها تک و تنها رویدادهای اعجاب‌آور را از سر می‌گذراند. چهره آفتاب سوخته یوست، دست‌های کوچک، موهای فلفل نمکی، بیشتر فلفل تا نمک در سال 1992 و چشم‌های نیلی رنگ رامش با دشکامگی او همخوانی نداشتند. چیدمان دفتر کارش هم که به همان اندازه گول زننده بود، بیشتر به اتاق نشیمن عاشقی جوان می برد تا محل کار یک حقوقدان میانسال. پوستری از بوسه گوستاف کلیمت و تصویری از مرغزاری پوشیده در برف بر دیوارهای اتاق آویزان بودند. دو گیاه زیادی بزرگ شده نیازمند به گلدانی بزرگتر در یک قفسه و چند کاریکاتور قاب نشده بر دیوار بالای میز کارش کنار کمد بایگانی با عکس‌های خانوادگی روی آن. آشوب درونیش را در پوشه این نشانه‌های آرامش می‌نهفت. سوزان‌ترین شور زندگیش قانون بود. پیوند زناشویی و فرزندداری زیورهایی بودند که اگر بستن آنها را به خود روا داشته بود، تنها به این دلیل بود که همسرش آنگلا، که بیشتر زمانها می‌بایست به تنهایی دشواری‌های زندگی خانوادگی را تاب بیاورد، کاردانی حیرت‌انگیزی داشت. پدر یوست در تیمارستانی سرایدار بود و مادرش خانه‌دار. قانون پادزهر ناآرامی‌های نوجوانیش و نشانه شوریدن او بر بخت فروپایه تبارش بود. هنگام برگزاری نمایشگاه کار در دبیرستان، نگاهی سرسری به چند کتابچه راهنمای حرفه‌ای بسنده بود تا یوست آینده اش را بشناسد. به چشم تازه بالغی که او بود، دادستانی حرفه‌ای والا می‌نمود. سرانجام هنگامی که یوست به یکی از آبرومندترین اداره‌های آلمان پیوست، نخبه خودساخته‌ای بود که اوجگیریش را وامدار هیچ کس نبود. یوست پس از 2 پرسجوی تلفنی دریافته‌هایش را سبک سنگین کرد. 2 داده این میان از همه بیشتر به چشم می‌آمدند. نخست اینکه آدمکشان به فارسی ناسزا گفته بودند، نه به کردی. پس می‌توان پنداش که کرد نبودند. دوم اینکه کشتار برلین بی پیشینه نبود. همانند آن در وین رخ داده بود. 3 سال پیشتر یکی دیگر از رهبران کرد ایرانی که آن زمان جایگاه هدف اصلی میکونوس را داشت، کشته شده بود. هرچند پیگرد قاتلان هنوز ادامه داشت، اما انگشت اتهام کاوش 3 ساله بازپرسان اتریشی سفارت ایران در وین را نشانه می گرفت. تلفن زنگ خورد. دادستان کل فدرال الکساندر فون شتال هنگام رانندگی به سوی اداره، پس از شنیدن خبر از رادیو، بیدرنگ به دفتر کارش تلفن کرده بود تا بخواهد که کار روی پرونده را بیاغازند. ما الان پرونده را مال خود می‌کنیم، بعد دلیل می‌آوریم که چرا مال ماست. زنگ دلنشین صدای باریتون فون شتال پژواکی فلزی در تلفن همراه داشت.
فون شتل به یوست اطمینان داد که پس از او به رایزن مطبوعاتیش تلفن خواهد کرد تا برای ظهر نشستی خبری را سازماندهی کند و بیدرنگ بار رسیدگی به پرونده برلین را به دوش یوست گذاشت. در راه فرودگاه برونو یوست پیشنویس بیانیه‌ای را نگاشت که مهر و نشان همه زندگی حرفه‌ایش می‌گشت. او در بیانیه نخست گزارشی از رخداد می‌داد، سپس در یک بند چکیده گمانه‌زنی‌هایش درباره تبهکاران را گرد می‌آورد. شیوه انجام کار و پیشینه قربانیان، جملگی از اعضای اپوزیسیون، همه به انگیزه‌های سیاسی این جنایت گواهی می‌دهند. بر پایه نشانه‌های کنونی مجرمان احتمالی عبارتند از 1. پکاکا، همچون رقیب حزب دموکرات کردستان. از جمله دلیل‌های ممکن برای باور به چنین فرضی این است که در گذشته پکاکا به گونه‌ای گسترده و پیوسته به رقیبانش یورش برده و در نمونه‌هایی از این دست تا کشتار هم پیش رفته است. نشانه دیگر می‌تواند این باشد که یکی از عاملان کشتار به صادق شرفکندی حتی پس از اینکه با مسلسل به او تیراندازی شده بود با تپانچه شلیک می‌کند. 2. یکی از نهادهای دولتی ایران، زیرا نشست آن شب گرد همایی یکی از گروه‌های اپوزیسیون بوده است. از آنجا که یکی از عاملان کشتار به فارسی ناسزا گفته، می‌توان برداشت کرد که این جنایت با هدف کیفردهی یا کینه‌جویی از سوی یکی از دستگاه‌های دولتی انجام گرفته باشد. به این همه چند گفتاورد حقوقی هم افزوده بود تا درخواست دادستان فدرال برای پیگیری پرونده را استوار کند. پای بیانیه هم بی هیچ عنوان و پیشوندی تنها نوشت یوست. برلین او را به خود می‌خواند، اما دادستان افسوس این را داشت که شب 22مین سالگرد ازدواجشان را با همسرش نخواهد گذراند. امیدوار بود بتواند آن را با یک تلفن مهرآمیز جبران کند. میپنداشت چند روز دیگر به خانه باز خواهد گشت. نه او و نه آنگلا فکرش را هم نمیتوانستن بکنند که جدایشان 6 هفته به درازا خواهد کشید، یا اینکه از آن پس 18 سپتامبر افسون بر زادروز پیوندشان یادآور جانکاه در این تجربه‌ای خواهد بود که این پیوند را در بوته آزمایش خود گذاشت. سارا دهکردی هنگامی که بیدار شد و به جای پدر و مادرش خاله اش را بر سر بالینش یافت، فهمید که اتفاقی افتاده است. همه چیز عجیبتر هم شد هنگامی که دانست آن روز به دبستان نمی رود و به جای آن دوتایی برای گردش به خیابان می روند. و هنگامی هم که دید خاله اش هر چیز الکی را که در ویترین نشان می دهد برایش می خرد، بلخرجی های کوچکی که پدر و مادرش به او روا نمی داشتند، احساس ناخوشایندش شدیدتر شد. دستیابی به آرزوهایش هرگز این اندازه غمگینش نساخته بود. سارا تنها دختر بچه‌ای نبود که آن روز مدرسه نرفت. پرویز از آپارتمانش به نخستین کسی که زنگ زد همسر پیشینش بود. با شنیدن صدای خندان دخترش در آن سوی خط پرسید: «اه، تو که خانه سالومه؟ وقوم؟» زبانی که پرویز و دخترش با هم به آن حرف می‌زدند، آمیزه‌ای بود از فارسی و آلمانی، یکی از نیکبختی‌های دو سویه‌ای که جهان‌هایشان را به هم پیوند می‌داد. سالومه گفت که مادرش یک روز تعطیل به او ارزانی داشته و سپس مادرش را صدا زد که بیاید و خودش بگوید. همسر پیشین پرویز که گوشی را گرفت، پرویز نجواکنان گفت: گوش کن، الان نمیتوانم زیاد حرف بزنم، اما امروز نگذار سالومه تلویزیون ببیند. تلفن، تلفن. تنها کاری که میخواست بکند تلفن زدن بود. آپارتمان را گز میکرد. از کاناپه اتاق نشیمن جلوی تلویزیون که اخبار را پخش میکرد به بالکن برای هواخوری، سپس به سوی تلفن روی میز کنار تختش، از آنجا به سوی گاز در آشپزخانه برای چای دم کردن میرفت و باز میآمد. روال همیشگی صبحهایش به هم خورده بود. به فکرش هم نمیرسید که چیزی بخورد یا به تخت خواب برود. تنها تلفن زدن. زنگ زد به منشیش در صلیب سرخ برلین که در آنجا همچون مددکار اجتماعی کارهای مربوط به پناهندگان را سرپرستی میکرد. امروز نمیتوانم به سر کار بیایم. این را گفت و هنگامی که منشیش پرسید چرا، بغضش ترکید.
دوز بهتان زده، مادرتان مرده، دخترتان گم شده، رگبار پرسش های منشی بر سرش باریدن گرفت. تنها توانست به او بگوید اخبار را گوش کن. دوش گرفت. زیر فشار آب با چشمان باز ایستاد. اگر چشمهایش را میبست، تصویر ساعد پوشیده در آستین چرمی سیاه روانش را میازرد. هنگامی که آب روان با فشار به تنش خورد، گونه و شقیقه راستش درد گرفت و به یادش آمد که هنگام افتادن از روی صندلی در رستوران سمت راست تنش ضرب دیده است. آن زمان هنوز دوران خبررسانی پیوسته فرا نرسیده بود و خبرنگاران هم هنوز به سراغش نیامده بودند. اگر یک صبح همیشگی بود، از آرامش آن لذت می برد، اما با قوقایی که درونش را می آشفت، آرامش بیتابترش می کرد و باز تلفن. شماره یکی از دوستانش را گرفت که سرمقاله های روزنامه ترقی خواه برلین زایتون را می نوشت. سلام، منم پرویز. سلام پرویز. صدای آن سوی خط به نرمی هجای پایانی نامش را همان گونه که پرویز یاد داده بود، تغییر داد. به پاریس فکر کنید. پرویز با آلمانی هایی می گفت که نمی توانستن نامش را به یاد بسپارند. بعد یک و پس از آر اضافه کنید می شود اسم من. پذیرش این خطای کوچک می اندیشید بهای ناچیزی بود که در راه یک یاد سپاری خوب می بایست بپردازد. پرویز می دانست که برای برانگیختن توجه روزنامه نگار گرفتار می بایستی رخداد دیشب را ماهرانه در جمله خلاصه کند. من آنجا بودم در رستوران میکونوس همراه 4 مردی که دیشب کشته شدند. خبر را شنیدم. یکی از همین روزها قهوه‌ای بنوشیم و درباره‌اش حرف بزنیم. امروز سرسام است. پرویز جا خورده از واکنش سرد او جمله بعدیش را آماده می‌کرد که روزنامه‌نگار بهانه‌ای آورد و تلفن را قطع کرد. کنارجویی او موجی از وحشت در پرویز برانگیخت. در طی سال‌ها با دقت بادشناسی که شراب جمع‌آوری می‌کند، روزنامه‌نگاران را دستچین کرده بود. در همنشینی با آنها، پرویز قصه‌گو نیوشندگانی سراپا گوش می‌یافت. داستان‌بافی هنری بود که از کودکی آن را به کمال رسانده بود. زمانی که او و دوستانش پول کافی برای سینما رفتن نداشتند، دارایی‌هایشان را برای خرید تنها یک بلیت روی هم می‌گذاشتند و یکی را به نمایندگی همه به سینما می‌فرستادند تا 90 دقیقه فیلم را ساعت‌ها برای دیگران بازگو کند. پرویز با چنان شاخ و برگی تعریف میکرد که دیگران اگر فیلم را هم دیده بودند آن را به نسبت داستان او نارسا میافتند. روزنامه نگاران همیشه همپیمانان ثابت قدم پرویز بودند. سالها پیش هنگامی که ویزای او به پایان رسیده بود، همین سرمقاله نویسی که آن روز به او تلفن زد با نوشتن مقاله‌ای گزنده درباره سیاست‌های مهاجرتی سرکوبگرانه آلمان او را از بیرون راندگی نجات داده بود. اما حالا به چه کسی میتوانست رو بیاورد؟ در همین اندیشه بود که تلفن زنگ زد. همان صدا در گوشی پیچید. پوزش می‌خواهم پرویز. صبح سرسام‌آوری است. گفتی که خودت هم دیشب در میکونوس بودی؟ بله، همین را گفتم. پس همین حالا باید حرف بزنی. آن روز صبح، همچون بیشمار صبح‌های دیگر در تاریخ 200 سالش، مشتری بر کافه کانسلر می‌جوشید. پیشخدمتی در اونیفرم آلبالویی، نماد بازرگانی کافه، پرویز را سر میز دو نفره‌ای نشاند. صندلی دیگر زمان زیادی خالی نماند. از اینکه می‌دید دوست قدیمیش که نخست کم و بیش او را به حال خود رها کرده بود، همان اندازه پریشان می‌نمود که خود او دلداری یافت. کردهای کشته شده مهمانان حزب سوسیال دموکرات بودند که روزنامه او از سیاستهایش پشتیبانی میکرد. اینکه حزب از نگاهداشت مهمانانش در بماند ویرانگر بود، به ویژه برای نویسنده‌ای که همچون یکی از سرسخت‌ترین هواداران آن شناخته میشد. هیچ یک از آنچه روان آنان را فرا گرفته بود سخنی بر زبان نیاوردند. ترس. پرویز شک نداشت که قاتلان باز به سراغش خواهند آمد، اما هیچ نگفت. دیگری هم با چنان شدتی آن را حس میکرد که هر کلامی را گزافه یافت. پرویز نترس و رک که هرگز نخواسته بود از او نامی برده نشود و هیچگاه خود را از چشم‌ها نهان نساخته بود، در آن صبح خاکستری ابری خود را در پس عینک آفتابی که در اندرونی بر چشم داشت پنهان می‌کرد. پرویز برای دومین بار به بازگویی ریز به ریز شب پیش پرداخت. دومین از صدها بار آینده. دردش را یادآوری داستان فرو نمی نشاند، چرا که هنوز به درد کشیدن نرسیده بود، اما سکوتی را می شکست که شک نداشت جانیان می خواهند در آن فرو برود. پرسش های نخست درباره انگیزه های دکتر از سفر به برلین، سخنرانی در کنگره و شام با تبعیدیان بود. صدای پرویز هنگامی که از سردرگمی درباره ساعت دیدار و از تلفن نوری به خودش میگفت میلرزید. همزمان با یادآوری آنچه ساعت به ساعت گذشته بود، به پرسش‌های شنونده‌اش هم پاسخ میداد تا به این پرسش رسید: تو چطور زنده ماندی؟ درنگی کرد تا بیاندیشد. زنده بود؟ خود را دیگر همچون دیروز زنده احساس نمی‌کرد. انگار به گرگ و میش زندگی پرت شده بود. در فتادگاهی بینابینی، جایی که در آن هم هوشیار بود، هم بیخیش، سخنش را پی گرفت، این بار به قصد.
طرفای ساعت 11 تازه شام خورده بودیم و داشتیم حرف می‌زدیم. یکی از دکتر شرفکندی پرسید آیا کردها خواهان جدایی از ایران و ساختن کشوری برای خودشان هستند؟ اون مخالفت کرد و گفت که کردها نه تنها جدایی طلب نیستند، از فارس‌ها هم ایرانی‌ترند. اینجوری می‌خواست بگوید که آنها استقلال نه، بلکه خودمختاری می‌خواهند. گفت پرسش اصلی این است که چطور اپوزیسیون را در برابر رژیم یکپارچه کنیم. من پشت به ورودی رو به دکتر نشسته بودم که یک دفعه درست وسط همین حرفها احساس کردم کسی کنار من ایستاده. برگشتم به طرفش. میخورد بین 30 تا 35 ساله باشد و نقاب به صورت داشت. بقیهش مثل برق گذشت. مرد مسلسل داشت ولی من نمیتوانستم ببینمش. زیر چیزی، شاید یک دستمال آبی یا شاید توی چیزی بود، نمیدانم. به ما فوش داد. ولی باید مرا ببخشی که نمیتوانم حرفایش را بازگو کنم. بعد از آن این اتفاق افتاد. 40 گلوله، شاید هم بیشتر. من خودم را انداختم زیر میز و زنده ماندم. پرسش بعدی و پایانی خبرنگار پرسشی بود که پرویز برای پاسخ به آن آمده بود و به همین دلیل به او تلفن زده بود. فکر می‌کنی چه کسی پشت این ماجراست؟ بیشک رژیم تهران. قاتلان به محل قتل باز می‌گردند. قربانیان کابوس زده نیز. ظهر پرویز در خیابان پراگر بود. از دور جمعیت انبوهی را در گوشه انتهایی مجموعه مسکونی دید. ماموران لباس شخصی و پلیس‌های اونیفرم پوش جلوی رستوران پشت حصاری کشیده شده گرد آمده بودند. برخیشان با بیسیم حرف می‌زدند. دیگرانی هم دستکش به دست ایستاده خیره به کیسه‌های کوچک پلاستیکی در فکر بودند. چندتایی هم با نوار متر همچون مهندسان چیزهایی را اندازه می گرفتند. یکی هم انگار طلسم شده گام به گام از گلدان سروهای کوهی تا در اصلی و از آنجا تا چهارراه می رفت و سپس گام به گام باز می گشت و دوباره از نو. آن سوی حصار پلیس ده‌ها میکروفون در هوا بالای سر تماشاچی‌ها معلق بود. روزنامه نگاران در پی ماموران پرسش‌هایشان را به سوی آنها فریاد می‌زدند. گزارشگران تلویزیون با چهره‌های جدی از برابر دوربین‌ها می‌گذشتند و با حرارت حرف می‌زدند. چهره‌نگاری‌های سه متهم بسیار کم شباهت به قاتلان میان جمعیت دست به دست می‌شدند. سرخط خبرهای فردا آماده می‌شد. کشتار برلین به دستور صدام حسین. 500,000 مارک برای هر کرد مرده. اعدام بر سر میز شام. 4 قربانی جنگ درونی قدرت در یک حزب کرد. پرویز که بچه بود، یک بار مادرش از او خواست که رخت‌های شسته را به پشت بام ببرد و روی بند پهن کند. پرویز که بیش از 6 سال نداشت، سر باز زد. مادرش دوباره از او خواست. پرویز از جایش تکان نخورد. مادرش به او وعده آب نبات داد. پرویز اما فریفته نشد. مادرش او را زد، اما پرویز جز گریستن کاری نکرد. سخت‌تر کتکش زد. تنها شدیدتر گریست، اما باز تکان نخورد. در پایان مادرش دستهایش را بالا برد و به تلخی پسرش را فنر نامید، چرا که هرچه بیشتر او را در منگنه می‌گذاشت، او بیشتر در خود می‌فشرد و هرچه فشرده‌تر می‌شد، سرکش‌تر می‌شد و سخت‌تر پایداری می‌کرد. پرویز از شب پیش سخت در هم فشرده بود. دیدن اینکه در برابر چشمهایش دروغ ببافند ضربه کشنده‌ای بود. گزینه‌هایش را سنجید. می‌توانست به خانه برود، خاموش بماند و از هر سایه‌ای بهراسد. اگر از آنجا دور می‌شد، به چشم خودش مرده‌ای می‌آمد چون آنهای دیگر. و اینگونه چه شرمساری بزرگی خواهد بود زندگی. یا می‌توانست سخن بگوید. بگو همین حالا. راهش را از میان جمعیت باز کرد و پشت به حصار پلیس و رو به همه ایستاد. ترس و خشم باز او را فرو گرفتند. خستگی که یک دم رهایش نکرده بود از برایی حواسش میکاست. دیدن هر کله سیاهی در میان جمعیت سر تیرانداز را به یادش میآورد و اعصابش را به هم میریخت. با این همه همگان را به سکوت واداشت و آغاز به سخن کرد همراه با لکنتی نوپدید. گوش کنید، خواهش میکنم همه گوش کنید. من در این رستوران بودم، سر میز بانج 4 کشته. من میتوانم دقیق به شما بگویم که دیشب اینجا چه اتفاقی افتاد. آشوب جای خود را به سامان داد. دوربین‌ها و میکروفون‌های نافرمان در برابر پرویز، آن آدم فنرآسا، به خط شدند.
نیمه شب 19 سپتامبر 1992 برونو یوست آنچه را میبایست انجام بدهد به پایان رسانده بود. بازدید از صحنه کشتار که هولناکتر از آن را هرگز ندیده بود. گفتگو با همکارانش و با پلیس محلی و پلیس فدرال. خواندن بازگفته‌های گواهان، بررسی گزارش‌های کالبوچکافی که رفته رفته به دستش می‌رسیدند. برای او ارزش این داده‌های نخستین تنها به دلیل کمکشان به آشنایی بیشترش با پرونده نبود، بر پایه و به پیمانه همین داده‌ها اطلاعات آینده سنجیده و ارزیابی می‌شدند. چشمگیرترین دستاورد بررسی‌هایش چیزی بود که هیچ کس، نه حتی بازماندگان و یا نزدیکان کشتگان، به آن نیندیشیده بود. انجام جنایتی چنین گسترده به این سادگی و چابکی و کمال بدون همدستی یک خودی امکان پذیر نبود. کسی در رستوران با جانیان همکاری کرده بود. آیا هنوز آزاد می‌گشت یا در میان کشتگان بود؟ این نخستین پرسش از میان پرسش‌های بسیاری بود که در هفته‌های آینده می‌بایست با آنها کلنجار برود. بیشتر همگنان یوست از پس آنچه او یافته بود بر نمی آمدند و آن را باید به پای دو ویژگی او نوشت که به آسانی می توانستند از چشم پنهان بمانند. نخست اینکه یوست قانون را خدایگان می دانست و خودش را پیشکار آن. او از زیر بار بیگاری های بازپرسی شانه خالی نمی کرد. کسانی را که به او گزارش می دادند بیش از میانجی نمی شمرد. گرامیشان می داشت اما با آنها پشت نمی بست. هرگز ناچیزترین کارها را هم به دستیاران خود نمی سپرد. می پنداشت حقیقتی که می بایست خورد خورد بازسازی کند از پرتو هر پاره آن تابناک می شود و نگران بود که چیزی در گذر از دهان یک گواه به قلم ماموری گرفتار گم شود. وانگهی اون نمی توانست خودش را در جایگاهی بالاتر از آنهایی بگذارد که آنچه را او هنوز ندیده دیدند و آنچه را او هنوز نشنیده شنیدند و آنچه را او هنوز نپیموده پیمودند. برای دستیابی به احترام همکارانش و جلوگیری از اینکه بگویند اشتباه می‌کند چون در جاهایی که آنها بودند نبوده است، جای پای نخستین فرستادگان به مکان رخداد را پی می‌گرفت و هر روند کاری خسته کننده ای را که در نبود او انجام داده بودند دوباره انجام می‌داد. دوم اینکه یوست آدم افتاده ای بود. شیوه فروتنانش تنها نشانه تجمل باریکه انگشتری طلا بر انگشت حلقه اش بود. نگاه ها را به خود نمی کشید. او با همکارانش چنان به نرمی رفتار می کرد و چنان با افتادگی به همگان گوش می سپارد که گواهان، کارشناسان و حتی افسران پلیس در برابرش بی پروا همه چیز می گفتند. گویی که بودن او میان آنان تصادفی بیش نبود. لبخند چنان به سادگی بر لبانش نقش می بست که زیر دستانش را آسوده می ساخت، همان گونه که نگاه نیلگونش کمبود و کاستی های منش یوست هرچه که می بود بردباریش را به هم نمی زدند. هیچ چیز او را به گام نهادن بیرون از روش خود وانه می داشت. نه محافظان مسلحی که دمی او را وانه می گذاشتند، نه چهره فسرده جسدهایی که بررسی می کرد، نه انفجار خشم گواهان روانگزیده یا نیرنگ دستگیر شدگان که داستان پشت داستان می بافتند تا از پاسخ به پرسش های او بگریزند. هیچ چیز هرگز آرامشش را دیر زمانی نمی آشفت، چرا که هیچ چیز نمی توانست از آنچه در کودکی به چشم دیده بود شگفت‌آورتر باشد. یوست تا سالی که به دانشگاه برود در محوطه یک آسایشگاه روانی میزیست. پدرش در آنجا سرایدار بود و آپارتمانی هم در همانجا داشت. بزرگ شدن کنار بیماران یوست را به شگفتی آموخته کرده بود. نعره‌های ناگهانی، تشنج‌های سرسام‌آور، چهره‌های تیره و تار، هنجارهای غریب و تهدیدهای خشونت‌آمیز هیچ کدام دلش را خالی نمی‌کردند. از دیرباز آموخته بود که چگونه چشم به درون ویرانی بدوزد و فراسوی آن را ببیند. آخرین تلفن را آن شب یکی از رهبران کرد عراقی به یوست زد که او هم برای کنگره انترناسیونال سوسیالیست به برلین آمده بود. جلال طالبانی می‌خواست با یوست دیدار کند چرا که بیشترین زمان روز پیش را با دکتر گذرانده بود. از بیم جانیان طالبانی تمام روز را در آپارتمان دوستی مانده بود. به همین دلیل از یوست درخواست کرد که برای دیدنش به آنجا برود. من ماها پیش در پاریس به دکتر هشدار داده بودم و اینجا هم باز به او گفتم که دارند برای کشتنش دسیسه می چینند. طالبانی این گونه آغاز کرد. یوس کاری برای به حرف آوردنش نکرد. روی یک صندلی نشست و مشتاقانه به او نگریست. طالبانی باید خودش را سبک می کرد. بار پیشاگاهی از جنایت اکنون چنان بر او سنگینی می کرد که چند تکان هرزگاهی سر یا یک اشاره بسنده بود تا سخنش را پی بگیرد. مردان من در شمال عراق در بازجویی‌هایشان از یک مأمور ایرانی که دستگیر کرده بودند اطلاعات محرمانه‌ای به دست آوردند.
تهران می‌خواهد سر کردها را با کشتن رهبرانشان به سنگ بکوبد. من خبر را به دکتر رساندم، اما او با بی‌اعتنایی گفت این که حرف تازه‌ای نیست، معلوم است که می‌خواهند مرا بکشند. صدام هم می‌خواهد تو را بکشد. چیزی بگو که ندانم. من خیال می‌کردم وین آنها را هوشیار کرده و به آنجا رسانده تا امنیتشان را جدی بگیرند، اما متأسفانه اینجور نبود. باز هم وین. در 36 ساعت گذشته برای دومین بار بود که نام این شهر به میان آورده می‌شد. پیش از پایان گفتگو یوس در دفترچه یادداشتش با حروف بزرگ نوشت وین و خطی دور آن کشید تا یادش بماند که در روزهای آینده این پرونده را بررسی کند. در راه بازگشت به هتل یوس به گفته‌های طالبانی اندیشید. سخت می‌شد به سیاستمداران اعتماد کرد، به ویژه به گونه‌ای از آنها که در تبعید خیال حکمرانی را در سر می‌پزند. یوست از آشنایی با این روایت بی درخواست به دست آورده احساس خوشنودی می کرد، اما به آن ارزشی بیش از یک شایعه نمی داد. برای او مظنون شماره یک همچنان گروه مسلح کرد پیکاکا بود. ساعت 3 بامداد به هتل رسید و می بایست ساعت 8 کارش را بیاغازد. زیر ملافه خزید و خواب به سرعت همچون افسونی در او گسترد. یوسف امین سوار قطاری به سوی شهر راینه نزدیک 600 کیلومتر دورتر از برلین در ایالت نورد راین وستفالن بیدار با حالت آماده باش نشسته بود و به چشماندازهایی مینگریست که از برابر دیدگانش میگذشتند. گویی آمرزش از راه نگاه به او ارزانی میشد. دیوارنگاری های معمایی تونل های شهری زود جای خود را به مزرعه ها، انبارهای قله، رودخانه ها و آسیاب های بادی سپردند. چشمندازها دگرگون می شدند، اما اندیشه های او نه. به چیزی نمی اندیشید مگر با آنچه در برلین رخ داده بود. فکر می کرد که زندگیش چیزی کم نخواهد آورد اگر تنها می توانست از آن 17 سپتامبر چند ساعت یا حتی 5 دقیقه را بزداید. 5 دقیقه آرزوی معقولی می نمود و به آن اندازه کوچک بود که شدنی باشد. بازگشت به خانه برایش آرامش بخش بود، چرا که نه تنها از دستگیری، از حلقه گروه مردانی هم که تا پیش از آن دوستان خود می نامید گریخته بود. گرفتاری‌هایش با آنها 4 روز پیش آغاز شد، هنگامی که همگی دور میز کافه‌ای در پیاده‌رو نشسته بودند و سرکرده‌شان خیلی عادی به سوی او برگشت و پرسید اگر ازت بخواهم آدم بکشی این کارو برای من می‌کنی؟ سرکرده گروه آدم نچسبی بود و یوسف که درگیری با او را خوش نداشت من و من کنان گفت میدانی چطور بگویم، اما خب برادر دلم میخواست میتوانستم، اما دیگر الان مسئولیت هایی دارم، همین خانواده و اینها، میفهمی که به کل فراموش کن، همینجوری یک چیزی گفتم. رهبر گروه دستش را در هوا تکان داد. شوخی کردم. دیگر اعضای گروه یوسف را سرزنش کردند و او را بزدل خواندند. یوسف اما پایداری کرد. دور از خانوادهش دریافته بود که دیگر نمیخواهد در زندگی دست به خطر بزند. سرانجام در زندگیش به چیزهایی رسیده بود که نمیخواست از دست بدهد. جوانیش پیش رویش بود. تنها 25 سال داشت. زنش را داشت و به زودی همزمان با نخستین سالگرد ازدواجشان در نوامبر پسردار میشد. سرپیچی از کشتن هزینه بسیار سنگینی برایش به دنبال داشت. گروه دیگر به یوسف اعتماد نمی کرد. گیجبازی‌هایش که پیش از این بیازار می نمودند اکنون به چشمشان مشکوک می آمد. یک دم از او دیده بر نمی گرفتند. در روزهای پیش از 17 سپتامبر تنها چند دقیقه گذاشتند از دیدرسشان بیرون برود، آن هم تنها برای زنگ زدن به خانه‌اش. همسرش از او خواهش کرد بازگردد، اما او گفت نمی توانم. نمی گذارند. صبح آخرین روز هنگامی که خود را در خانه تنها یافت، بی‌اعتمادی آنها دیگر برایش آشکار شد. پس از اینکه همراهانش برای خرید از خانه بیرون رفتند، خواست از باجه تلفن کنج خیابان به زنش زنگ بزند، اما در باز نمی‌شد. آن را قفل کرده بودند و کلید هم در جا کلیدی نبود.
در تله افتادن برای یوسف تجربه آشنایی بود. او که 15 فرزند یک خانواده تنگدست لبنانی بود، میپنداشت یوسف پسر یعقوب همنامش در تورات در او کالبد دوباره یافته است. یوسف هم هنگام نوجوانی از خانه پدری رفته بود تا آنچه را نزد بستگانش نمیافت پیش بیگانگان بیابد. یوسف سرانجام با عباس رحیل آشنا شد که هرچند از یوسف 3 کوچکتر بود، اما یوسف را همچون برادری کوچک زیر بال و پر گرفت. هنگامی که رحیل آهنگ رفتن به بیروت کرد، یوسف هم همراه او رفت. هنگامی که رحیل به حزب الله پیوست، یوسف هم چنین کرد. هنگامی که رحیل به اردوگاهی مخفی در ایران رفت تا آموزش جنگی ببیند، یوسف هم با او همراه شد. هنگامی که سال 1989 رحیل رخت به اروپا آورد، یوسف هم در کنارش بود. رحیل راهنمای یوسف بود. او بود که برای یوسف کار پیدا می کرد، هرچند از گونه شوم آن و پل پیوند یوسف بود با جمعهای دیگر، هرچند جمعهای خطرناک. همچنین او بود که آن شب در رستوران 4 آخر را شلیک کرد. هرچه قطار به راینه نزدیکتر می شد، حال یوسف هم بهتر می شد. به زنش فکر کرد و نویدی که در زهدان خود می پرورد. او دیگر هرگز نخواهد گذاشت که چیزی سد راه زندگی جدیدش شود، آن هم در کشوری به این امنی که بدترین بلایی که میتواند سر آدم بیاید هوای بد است. آینده سرانجام روشن از نویدی بود که نخستین پرتو خود را به گفته پزشک زایمان 6 دیگر میافکند. او نخواهد گذاشت که چند دقیقه نگهبانی جلوی یک رستوران بختش را تیره سازد. از همه اینها گذشته، او از کشتن سر پیچیده بود. عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tavana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.